عرض سلام و خسته نباشین به شما هموطنان عزیز. قسمت اول برنامه گفتگو با جناب آقای جواد یسری رو در هفته پیش همه شما ملاحظه کردید، امیدوارم لذت برده باشید و امروز قسمت دوم این برنامه رو میبینیم. امیدوارم همینجور که در برنامه های قبلی اعلام کردم، اگر میخواین اسپانسر برنامه کوچه خاطره ها باشین یا بخواین پیام های بازرگانیتون رو به این شبکه بدید، با این دو شماره تلفنی که اعلام میکنیم، اولین شماره شماره کوچه خاطره هاست. اگه قرار اسپانسر بشین، نه اینکه ساعت 12:30 1-2-3 نصف شب زنگ میزنید فلان آهنگ رو از من تقاضا کنید، نه، فقط اسپانسر برای کوچه خاطره ها. و دومین شماره که الان روی صفحه گیرنده هاتون دارید مال شبکه است. هر انتقادی پیشنهادی با جون دل میخریم، انتقاد شما سازنده برنامه ماست. من سلام عرض میکنم خدمت شما استاد بزرگوارم مجدد. قسمت اول مصاحبمون هفته پیش بود، بله، چه بازتاب خوبی داشت و چقدر تلفن ها پیام ها، و این هفته قسمت دوم برنامه است. شما یه سلام علیکی با بینندگان داشته باشین، میریم ادامه برنامه. سلام دارم خدمت همه ایرانیان عزیز در سراسر دنیا، کشورمون، همه جا. ایشالا که سربلند و پایدار و موفق باشین. تشکر میکنم اون سری ما رو تو منزلتون راه دادید. ایشالا که این سری هم راه بدیم. ممنون. خب بریم سراغ آهنگ هاتون. بله، دخمت هست. ما راجع به آهنگ این بچه ها بله صحبت کردیم در طول این برنامه. یک آهنگی بود که واقعا به دل مردم نشست دیگه تکرار نشه، چرا که این آهنگ انقدر خوب و مثبت بود که بله، خیلی از خانواده هایی که میخواست به هم بخوره با همین آهنگ شما به صلح و صفا رسید. همینطور واقعا. این هم راجع به آهنگ سازش شاعرش یک مقدار اگر امکان داره بعد به بله. سفیده دم و بعد آهنگ های بعد. البته شعر و آهنگ مال استاد سعید مهناویان بود. بله. بیشتر کارها رو خود شعرهای بسیار قشنگی میگفت. بله. آهنگ سازیش هم که دیگه همه میدونن. بله. بسیار خوب، مرد با استعداد، مرد بزرگ، مردی که موسیقی رو شناخت. بله. یعنی اگر بگم استاد باز میگم کمه، اینقدر این مرد. این آهنگ دادن، این آهنگ عین فیلم درآوردیم ما. بله. برنامه کودک بچه رو بردیم. بله. دعوای زن و شوهر رو گذاشتیم. بله. بچه پای بابا رو میگرفت، پای مادر رو میگرفت. به چه سختی استاد این آهنگ رو در آورد. خیلی تاثیر موقع چه آهنگ در آورد، باور بفرمایید خانواده ها، من تئاتر پارس تو لاله‌زار میخوندم. زن و شوهر رو که آشتی میکردن، بچه هاشون میفرستن رو سه میادن دست من ماشی میکردن، یعنی تو باعث شدی که ما آشتی کردیم. این آهنگ ها، اینا خوبه، اینا میمونه، هنوز هم نوع باور بفرمایید. بله، هنوز 100 سال دیگه هم، اگه 1000 سال دیگه هم خونده بشه باز نوعه.
زندگی لحظه بی خم داره، شادی داره، بسه داره، غم داره، اینا رو از چشم اونها نبینی. اگه آشتی، اگه قهر، اگه نوشه، اگه زهر، همه اینا جزی از زندگی هست. وقت شادی و صفاست، وقت قصه ها گذشت، اینا رمز و راز پایندگی هست. بچه ها آینه زندگی هست، بچه ها آینه زندگی بیچو خم داره، شادی داره، غصه داره، غم داره، اینا رو از چشم اونها نبینی. زندگی لحظه بیچو خم داره، شادی داره، غصه داره، غم داره، اینا رو از چشم اونها نبینی. یادتون هست چند تا آهنگ با آقای همین سعید معنویان اجرا داشتیم؟ آقای معنویان به من تقریبا 5 تا کاست داد، 5 تا 10 تا میشه 50 تا. 50 تا آهنگ. از روزی که اولین کاست رو داد گرفت تا آخرین کارم که 56 بود که سپیده دم. که اون که دیگه جاودانه موسیقی شد. بله. البته خیلی از آهنگا. یکی دیگه هم هست وقتی من نه برای اینکه مناجات، بله من از این آهنگای یه آهنگ خوندم به نام راه خطا. بله. تقریبا میشه گفت 40 سال پیش. بله. از قرآن. بله. اون مناجات شما که میبینی ضربت خوردن مولا مال منو میذارن مناجاتو. بله بله. من نه چنانم که توی تو نه چنانی که منم، من نه برانم که توی تو نه برانی که منم، تو همه در خون منی، قبله گردون منی، گریب شبم ماه و زمین بیشتر از آنی که منم. همچون نسیم پا به پا تا گذرم زمر کجا، زمین بیشتر از آن که منم. کار من یه فرم خودمه، نمیگم خوبه یا بده، بس مردم نظریه بدن. تا حالا که الحمدلله مورد پسند مردم بوده، محبت کردن مردم، ماندگار شده و الان نوع بار براشون. یه آهنگ خوندین برای مادر، یک تصویری هم از مادر نشون میده اینجا. اون مادرمه واقعی، اون تصویر از سجلتش برداشتم. اسمش بر مزار مادر. بر مزار مادر. اونم مال 30-40 سال پیشه. بله. که الان اصلا نو شده. بله. من
یه غزلی داشتم به نام غزل مادر، من بهشته زهرا که بچه‌م هست و مادرم خاکه، میبینم روی قبرا بیشتر قبرا نوشتن غزل من. بله نوشتن. بله چراغ خونم خاموش امشب، کجایی مادر خوبم کجایی، کجایی تا کشید دست محبت، چو طفلا بر سر و رویم کجایی، کجایی مادر خوبم کجایی، کجایی کجایی یار محبوبم کجایی، کجایی مرا سوی فنا رانده، هنوزم نغمه لالای تو در گوش من مانده، غم دوری تو مادر مرا سوی فنا رانده، کجایی مادر خوبم کجایی، کجایی کجایی یار محبوبم کجایی، کجایی میدونید آدم توقص، توقص این همه حرفا درست توقع دارم مثلا آقا نمیخوام کاری بکنی اقلا دیگه چوب لای چرخم نذار. این بود دوست بسته من روی این موضوع بود. بعد محراب سالون 100,000 نفره که ابتدا شده بود، من تو تئاتر پارس بودم. بله یه آقای بود صاحب تئاتر بود به نام آقای منظوری. آقای منظوری بله بله. آقای منظوری من صدا کرد گو بیا بیا نبرد دارن پخش میکنن. خارجی و ایرانی فوتبال بازی میکردن، ایران هم یه گل زده بود. محراب منو گذاشته. بعد این فوتبالی که اسپوردین اون زمان که این آهنگ رو پخش، اون تیم یادتون هست مال کدوم؟ نه خیر نه، بس چه من اصلا تو حرفا نبودم. چون من یادمه که تیم ملی بود جناب آقای سالی، یه تیم با یه خارجی بازی میکردن. با حالا نمیدونم امریکا بود کدوم کشور بود که بازی داشت، صدای جناب ایران هم یه گل زده بود. پخش شد تو همون شرایط یه گل هم ایران زد. شما نمیدونید چی شد. بله صدام کرد این 100,000 نفر بلند شده بودن بالا همه با پرچمای آیا آهنگ شاد و بله. البته آهنگای من آهنگ شاد زیاد دارم. بله. دوستان میدونن اون کسانی که میگن آهنگ لب لو لب نداری؟ بله. دارم. بل. اما شعراشو گوش بدید. شعراشو گوش. چه ببینید لب لو لب نی آهنگ 6-8 شاده. آهنگ شعرها داره درد دل میکنه. بله یکی از آهنگاتون ورد زبان خود منه، الهی الهی بمیره. بله الهی من چقدر دوست دارم این شعر عامیانه ایه دیگه. بله. دستاتو بگیرم. بله. به هر کسی درست میتونه مادر باشه، میتونه بچه باشه، میتونه همسر، به همه شعر اینه. شعر الهی من بمیرم تو بیای فقط دستاتو بگیرم. شعر به همه چیز میخوره، چیزی نیستش که درست مثلا به کسی توهینی بشه. نه خیلی آهنگی هست که من الان یادم نیست که این استاد، این آقای استاد سعید مهناویان خیلیه 50 تا آهنگ واقعا دستش از جلو اینجا میبوسم. زنده باشین. چقدر دارم من محبت کردم. احترام پیشکسوتتون رو دارین. خواهش واقعا درود بر شما که این همه احترام پیشکسوت رو دارین. بله بهترین آهنگی که از بین من نمیخوام بگم، اگه بگیم چون این آهنگ ها مثل بچه های شما میمونه. بله خواهش اگه بگم کدوم بهتره همش بهتره. من خودم عاشق صداتون هستم. بله خواهش میکنم. محبت داشتم. بهترین آهنگی که خودتون دوست دارین و به دلتون نشسته کدوم؟ ولی یه آهنگی خوندم به نام حرف حق نمیشه زد. حرف حق. اینم مال 35 سال بعده. بله. این آهنگ رو خیلی من دوست داشتم. این مربوط به اون زمان بود. مربوط به اون رژیم بود. بله. به کسی نبود. درد دل کاره من. درد دل. بعضی هم میچسبونن یه چیزی رو. نه. اونو من خیلی دوست داشتم. بله. من فکر کردم از سپیددم بهتر مورد پسند مردم میشه. بله. اما اون نشد، سپیددم شد. به نام حرف حق نمیشه. بله. خب امیدواریم که ما چون در کشوری زندگی میکنیم که واقعا آزادیم، آزادانه بتونیم حرفامونو بزنیم و حرف حق بمونم بزنیم.
ما که اینجا نشستیم لذت میبریم. باشو. اون کسایی که الان این برنامه رو نمیبینن واقعا از چی میگن بعدن افسوس میخورن که چرا ما ندیدیم این برنامه رو. حتما این برنامه تکرار میشه، شاید هم بالای 50 بار تکرار بشه به تقاضای شما مردم عزیز، شما مردم خوب. خب بریم سراغ آهنگات باز. بله چون من دوست دارم آهنگات رو. بد نشون. این زیر گنبد کبود فرمودین با اینم باز از آقای بله شعر آهنگ مال استاد سعید مهناویان. بله. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، یه جوان خسته بود که دلش شکسته بود، که دلش شکسته بود. مثل بارون بهار سر و زار گریه می کرد، دای دست ده خستش رو به سوی خدا می کرد، به سوی خدا می کرد. کی خدای مهربون خالق رفت آسمون، اونو بی وفا نکن، از منش جدا مکن، دست خستم و بگیر، تو منو رها نکن، تو منو رها نکن. اولین آهنگتون که ساخته شد و بعد خوندین چجوری بود؟ کاست بود؟ نه صفحه بود؟ مال استاد بح. علی نودوس بود علی. که جاش خیلی خالی بح. اون هم برای صدای من خیلی زحمت کشید که خدمت شما گفتم امیریه کلاس داشت بح. من یه سال پیش ایشون می‌رفتم. اون ویالونزنه که میگفتین؟ بله بح. استاد علی نودوس از اون هنرمندان بسیار قدیمیه. آهنگی به من داد، دو تا آهنگ بود بح. پول سیاه بود بح. یکیش راه واز جاده دراز که این صفحه شو که این خیلی داستان، خیلی داستان هم خنده‌دار هم ناراحت کننده است. من اینو 1000 تومان دادم، 1000 تا زد باسم. 1000 تومان 1000 تا صفحه. صفحه زد. بله. 1000 تومان چه من گرفت. 1000 من دادم 10 تا 10 تا 5 تا 5 تا به این نوار فروشی ها. هی میشه سمینم کسی زنگ میزنه، هیچ کی نمیخره. یه روز نگوییم بیچاره نمیذاره صفحه نوار رو که مردم گوش بده. بله. یه روز حتا پیش یکی حسن آقا نامی بود، گفتم آقا نوار ما چی کنیم؟ آقا اینجا مونده. گفتم آقا یه دنشو بذار خودمون گوش کنیم. بله. نوار رو گذاشت یکی باید تو که آقایی نبده. بله. یکی دیگه گذاشت که گفت ای وای من راستش بخواهیم من پرش نکردم. به من عجیب ده. امیدواری داد این بله. صفحه که شروع شد و اومدن عقبم. من میدونم که سنت من غزلخونیه. غزلخونیه بله. که الان همون از چند با سطر حالا میاد. کار من در اصل با غزل شروع کردم. یه صفحه یه کاسدی بود، یه طرفش حسن شهرستانی غزلخونه بسیار خوب، یه جاشون خالی. یه طرفه اینم دادن به من. غزل خوندم گرفت. قناری میذاشتیم از این چیزا. اون موقع مد بود دیگه. مد بود، اومدن سراغم. آقای بدر اومد و که 7-8 تا آهنگ از اون گرفتم. اینا خاطره است. سر این صفحه دارم میگم کار به کجا. یه نم نم آهنگسازا لطف کردن. ما رو قابل دونستن اومدن و یه خنده خنده جدی شد. یه غزل خونی به کجا رسید؟ به کجا رسید؟ بله. که امروز شدین استاد. خواهش میکنم. جواد یحسری. خواهش. خب اگر امکان داره حالا صحبت از غزل شد. بله. اگر امکان داره ازتون خواهش کنیم یه تیکه غزل مهمان کنین هموطنان عزیز. چش اجازه میدین یه ذره از این آب بفرمایید. بله بیننده هم بفرم بفرم نیش. من به غربت رفتم و من به غربت رفتم و جفت وطنی به غم خوردن
کسی مانند من نیست. اگر شیر و شکر غربت بنوشی به خدا به مانند گداغی وطن نیست. اگر شیر و شکر غربت بنوشیم به خدا به مانند گدایی وطن نیست. همینی که مرسی خوش. درود بر شما. واقعا که وقتی صحبت از وطن میشه با این صدای قشنگ شما بغض گلو آدمو میگیره. مگه میشه آقای یساری بخونه و چشاب پر عشق نشه؟ خب آقای یساری، شما جانب. که خیلی خیلی وسواس دارین تو خوندن آهنگ. بله. هر آهنگی رو نمیخونین، آهنگ باید به دلتون بشینه. بله بله. چیه آهنگ؟ آهنگ، شعر، صدا، چی بهتون خیلی اهمیت داره که اینقدر بله. سلیقه به کار میدید تو سوالی فرمودی شما. موقعی که شعر قشنگ باشه خود به خود ملودی هم میاد. من یه دونه آهنگی خونده بودم به نام صبر ایوب. این موقع که این شعر رو دادن آقای استاد سعید معنویان در عرض 3 دقیقه ملودی گذاشت روش. این آهنگ هم دو جوان ها که الان دارن صدای من رو گوش میکنن دارن، صبر ایوب رو هنوزم علاقه مندن به این آهنگ. کدوم یه دیگه میشه بخونید؟ گفته بودم اگه برگردی دوباره غم میره از دل تاریکی میمیده، بعد از اون بیتون شستن ها به روزی. صبر ایوب زمان صبر منه، خونه نیست قبر منه. این هم تو جوونا خیلی علاقه من شدن. مقصود شعر مهمه. شعر مهمه. بعضی موقع هست که یه موقع آهنگساز یه ملودی بسیار قشنگی روش میاد آهنگ رو میده رو شعر میذاره. ملودی بسیار قشنگیه، میگه اینو شعر بذاریم. پس هر جفتش مهم هست. مهمه. اما من به عقیده من شعر مهمه. شعر مهمتره. شعر خیلی برای آهنگساز کمکه. یه موقع شعری که مرتب نیست، اون آهنگساز به سختی چشون چشون کار انجام میده. اما موقع که شعر و آهنگ با هم مرتب باشه گرفتنش هم آسونه. من خسته نباشی بهتون میگم. خواهش میکنم شما خسته نباشی. ما زنده باشی. با چه زبونی تشکر کنیم از دوستان که پشت دوربین هستن. من شناسنامه‌تونی که ورق زدم. بله. یه چیز یادم رفت. می‌خواستم اینم، البته من سوال کردم. بله. شما جواب ندادید. بله. چند ساله بودید که متوجه شدید صدای خیلی قشنگی دادید و باید بخونید؟ بله. قشنگه چاست؟ خیلی قشنگه. خیلی. یه سبکیه. یه سبکی خدا به من داده. بله. گفته اینطوری. صدای مخملی. ما ممنون خدا هستیم. بله. صدا رو خدا میده، صدا خدا میگیره. بله. من از بچگی بله. خدمت شما یه مورد رو گفتم. بله. فقط دوست داشتم با مردم باشم. بله. تو ورزش نشد. بله. افتادم تو این کار. بله. چون که علاقه بیش از حدی به موسیقی دارم، من خیلی عاشق موسیقی هستم. بله. من موقعی که مثلا میخواستم برم تمرین مسابقه داشتم، به عشق صدای مثلا فلان خواننده قدیمی گلپایگانی جاش خالی این میخون به من انرژی میداد. میفهمیدم که یه چیزی تو خون من میره موسیقی. درست. از اون موقع کوچیکی مثلا 17 سالم بود 16 سالم بود کشتیم گرفتم دیگه. بله. دوست داشتم موسیقی رو. دوست داشتیم چون عشق نباشه نمیشه. بله. خیلی علاقه به موسیقی داشتم. بله. خب شما برای خودتون الگو هم داشتین که یک حالا از جناب آقای گلپا اسم بردین که بله. من ممنونم که تقریبا یه 2-3 روز پیش در خدمتشون بودیم. جاش خالی شما سلام میکنم خدمتشون. بله. عزیز الگو برای خودتون داشتین بگید که مثلا این خواننده میخونه من دوست دارم در آینده این باشم مثل این بخونم. بله. داشتین کسی رو؟ بله یه مسئله است واسهتون. بله. بگم بعد از اون موردی که اولین بار با هم مصاحبه داشتین گفتم داری یه شکست. بله بله. من گذاشتم کنار خوانندگی. درست. بعد از چند سال که یادم رفت به موسیقی، من خیلی علاقه به آقاسی داشتم. آقاسی هم تازه اومده. بله، روحش کاراش
کارای تهرونی بود، ای والله مال بچهای تهرون بود، سینما مال ایلوش بود. بله. این کارا همه تو خون ما بود دیگه، من دوست داشتم. بچه داداشم، بچه خواهرم گفتش که دایی من عروسیمه. بله. یه موزیک میتونی جوری کنی تو اینا بودی؟ کدام با اونجوری نبودم. اومدم پیش علی نودوس. بله. همون ویالون زنی که تو امیلیه. همون ویالون زنی که بعدها استاد من شد. بله. اومدم گفتم آقا من فلانی ام، محلم هم شاپوره، مغازه دارم. یه بچه خواهرم عرضه کنم میارم. دو تا خواننده رو برد و با یه خانم میخوند از مهستی. منزلشون هم تای بازار بود. یه دیوارای کوتاه بود. بله. اینا اومدن و زدن، خب منم خوشم میامد دیگه. بعد اون خواننده‌ای که اومدن معروف بودن؟ نه نه، همین خانم برنامه رو برگزار کردم. بله. اون بچه داداش، بچه خواهر من جاش خالی حسن اومد گفتش که استاد به علی نودوس این دایی من میخونه توبه کرده. گفتم اگه موسیقی رو چیز توبه میکنه زیاد آقا بینجی بینم. گفتم با تو بیر کن تو رو قرآن یه داریه شکنده بزده. گفت داریه چه واسهش کردم مرد خنده. گفت حالی ایسی بخون. گفتم حالا یه وقتم هست و دیگه خودم هم خب عشق داشتم دیگه. گفتم برو ای غم آقا سیر بزن چه مهمون دارم امشب. گفت بخون من گامت، من گام نمیدونستیم چیه که من خوندم اینم زد و میاد امشب. میدونم خیلی اون موقع گرفته بود. بله واقعا این دیوارای بوزرجابرین نو، درست بوزرجابرین نو بود خونهشون. دیدم مردم این دیوارا رو گرفتن و خجدان آقاسیه یه پرده کشتن دره میزدن. خلاصه گفت قشنگی میخونی یه دونه بخون. آه من جای موقع مثل اون میخوندم دیگه صدا آهنگای آقاسی رو. به این دلیل علی آقا گفتش که من یه کلاس دارم امیریه. از اون روز من شروع کردم به عشق صدای آقاسی که شبیه اونه. الانم خدا بیامرز روح شاد بشه، روحشون شاد، زنده بود. ما رو با آقاسی اشتباه میگرفتن. الو منم اونطوری میگفتم. بله. یعنی اینقدر ما رو اشتباه میگرفتن. شروع شد به اون کار که چه گفتم بهت؟ درست. این همین علی آقا باعث شد که یه صفم به من داد که خدمتتون تو مجلس اولی واسهتون گفت. بله درست. خب از لاله‌زار گفتیم در قسمت اول این برنامه. از لاله‌زار گفتیم شما نوازنده های مخصوص برای خودتون داشتین یا که می اومدن؟ نه دیگه، موزیست تئاتر موزیست ثابت داشت. ثابت داشتن. بله. منم دیگه مقداری کارم جوری شده بود میتونست بودجم برسه بدم. علی نودوس که خب نمیرفت کابره جایی بزنه اون. بله. یه حسن آقا بود، حسن آقا بهش میگودن حسن زاغی. بله. اون موقع جاش خالی چند تا موزیک داشت، اون میامد با من کار. بله. بله. گروه نم نم. بله. یه دوستی داشتم به نام استاد محمد نوری. بله. که الان هم دوست ما هستن. بله. ایشون گفت داداش تو بچه معلم های هر وقت لنگ بودی بگو، گفتم به موقعش میگم بیای. درست. من یه ذره تکون خوردم، یه ذره کارم خوب شد، میتونستم خرج اینا رو بدم. آقای محمد نوری با خدا بیامرز حسن شجاعی کار میکرد. لوکولوس. بله. نمیدونم حالا بعضیا میدونن بعضیا نمیدونن. مخبر دوله بود لوکولوس، یه کاباره‌ای بود، اونم برای خودش اسم و رسم داشت. گفتم برم محمد بگم که بعد چند وقت دیگه بیا کار کن. کارش تموم شد با... یا نرفته بود حسین با حسن شجاعی، خدا بیامرزش. این چه چیکار میکنه؟ گفتم یادت یه چیزی من گفتی؟ آمادم. درست. پشت بیا. گفتم من میخوام همین الان ول کنم بیام. لقبش محمد قالی بود. درست. قال میذاشت مثلا نمیرفت. عشقش این بود. خواننده ها رو قال میذاشت. خواننده ها رو آره قال میذاشت. حالا میشنو به خودش هم جاش خالی. بله. گفتش میخواد. گفتم نه بهش بگو موزیک ببینه، رفیق منی، بچه محله منی، خواهی من محبت کنی، نذار این دشمنم شه. گفت باشه امشب باش میزنم میگم. دیگه شروع کردم با آقای محمد نوری. ده. بعد نم 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 کار گرفت، داداشش اومد احمد نوری. نه تا موزیک شد. نه اختصاصی مال خودم. واقعا خوش بالون نوازنده ها، خوش بالون نوازنده هایی که با
استادی چون آقای یساری همکاری کردن. خواهش میکنم. اونا خودشون واقعا اونا خیلی به من کمک کردن. بس. استاد مدنی بود سایسیفون، روح شاد. متاسفانه هر چیزی میگیم خدا بیاموز. خدا بیاموز. متاسفم از این بابر. بالاخره علی تبریزی تنپو بود، داوود نهنورد تنبا بود، تبله بود. بودن دیگه 9 تا موزی داشتم مولنروج میرفتم. مولنروج یه سالن سن بزرگی داشت. این 9 نفر خب یه کوچه بازار 9 تا موزیک خیلی بود. درست. من چقدر میگرفتم؟ 400 تومان. اما میخواستم بپرسم آن زمان دست اون موقع که خوب بودم. بله. 400 تومان میگرفتم. همیشه خوب بودی؟ نه نه. یعنی اومدم خوب شدم میخوام بهتون بگم. 400 تا یه تومانی میگرفتم. 400 تومان. پول زیادی. شبی 450 تومان میذاشتم روش. 850 تومان میدادم موزیک. بذار موزیکم خوب باشه. یعنی ایدهایی به خصوصی داشتم. اینه میگن عشق. عشق بله. فقط عشق کار بود. که موفق شدم. بعد یه مدتی یه ذره بازارم داغتر شد. خانم پرواز جاش خالی خواننده خیلی خوبی بود. خیلی. جاشون واقعا خالی. ایشون حقوق منو کرد شبی 300 تومن. خانم پرواز موقع چیکاره بودن؟ کاوره مولنروج خریده بودن. خریده بودن. جاشون خیلی خالی. همین که آهنگ توتی جان و اینا رو توتی جان بله خواننده خیلی الان هم ماشاءالله صداش قشنگه صداش خیلی قشنگه پخش می‌کردن صداش تو برنامه‌مون ان شاءالله به زودی میاد بله بسیار اونم اون خاطره‌ای داریم الان بیاریش میگه بله به زودی میاد کوچه بعد اینم کمک هم کرد و تو روزنامه هر شب می‌زد و میدونی کمک کردن میدونی خدا باعث شد البته همینطوری اومدیم جلو اومدیم جلو اومدیم جلو که الان در خدمت نشستیم مجله جوانان از شما خیلی عکس میزد چیزی نگر داشتی؟ والا یه مقداری من یادم وسط بله وسط جوانان سر اون آهنگ بچه ها زده بود بعد دوره که من میخوندم خانم گیتا بود بله گفتم یکی باشه بغلم خانم گیتا رو گذاشتم هم دوره ها تو یه خورده هم دارم خانم گیتا بود سال دهه 50 تا 60 خیلی پرکار بودی. بله. یعنی از این کاباره به اون کاباره از این تئاتر به اون تئاتر انرژی از کجا ذخیره می‌شد؟ ورزش هم که من کلاً به طور حرفه‌ای بله. از 52 بله. شروع کرد. از 52 بله. از 52 در سطح خیلی با موزیک داشتم. بله. شروع کردم. از اون موقع. خیلی آهنگه. 57 هم 56 تا سال سپیده دمو خوندم. 57 انقلاب شد. پنج تا آلبوم اون پنج تا اون موقع دادم. هر پنج تاش مورد پسند عزیزای من شد. در مورد آقای یساری ساخته مودیم الان رو نگاه میکنیم انشاءالله بعد از برنامه پخش مصاحبه آقای یساری حتما این فیلم ها میذاریم شما ببینید واقعا فیلمش قشنگه من تشکر میکنم از آقای بهمن کیارستمی که واقعا کارشون درسته خیلی قشنگه فیلمش حتما ببینید چرمانی زیاده میگفتیم ما بیشتر بتونستیم از شما پذیرایی کنیم باز قرمه قدمت زنده باشی نشانده ما پیش شما بشیم ما تو خونه های عزیزامون اینجا زنده باشید خسته نمیشیم بله
میخواییم بدونیم بهترین اتفاقی که تو زندگیتون افتاد چی بود؟ این موضوع 2 سال پیش شد که من سینم مشکل پیدا کرده بود. بله. حالا اثر خوندن، اثر داد زیاد، انزی مارش وسط هنجرم عیس انداختن، گفتن بس عملش. خیلی منو ترسوندم بعضی دکترها، گفتن خوب ممکنه نشه، ما قول نمیدیم. رفتم پیش یه دکتری، از طرف دکتری دیگه رفتم اونجا. گفتم خیلی ناراحتم، من چیکار کنم؟ موضوع خوندن نیست، کار به آخر نرسوندم، یه مقداری ناراحتم. گفت هیچی نیست، فلان رو چه روزی وقت میکنی بیای؟ گفتم پنجشنبه اون هفته. گفت بیا عمل میکنم، هیچی نیست. در از یه رو با اشعه نمیدونم چی سینم رو عمل کرد. با خود چهوش اومدم گفتم مهدی چی به هوش اومد؟ گفت بابا صدا خوب شد. خدا رو شکر این بهترین روزم بود. بله. که هنوزم که هنوزه راحت شدم از خدا رو شکر، چون برای یه خواننده خیلی سخته که خدای نکرده برای بله صداش بله. اتفاق بیفته، چون چرا که این صدا مال خودش نیست، این صدا متعلق به مردمه، همینطوره، یعنی متعلق به هموطنهای عزیز ما. بدترین اتفاقی که شما رو ناراحت کرد تو زندگی؟ والا چه برای من از مرگ بدتره؟ بله. نمیذارن بخونم. پس روز مرگ یک هنرمند روزیه که بهش بگن نخون. بله. ما با یک عکاس سینما دو وقتی داشتیم صحبت میکردیم ازش سوال کردم که روز مرگ یک هنرمند چه روزیه؟ گفت روزی که بیان دوربین منو بگیرن بگن عکس نکن. بله. پس شما هم تاکید میکنید که اگه صدا رو بگیرن، اگه نذارن بخونی، اون روز سختیه براتون. امیدواریم که روزی باشه که ما از همین تلویزیون ایران، همین رادیوی ایران صدای استادمون رو بشنویم دوباره. خب الان من وقتی داشتم آلبومتون رو ورق می‌زدم، چون دیگه اومدیم که به خاطرات گذشته چیز کنیم، عکسایی دیدم از شما تو ورزش باستانی. بله. شما ورزش باستانی هم چون تک کلماتون که همش همین نشون میده. ورزش باستانی در قدیم نرمشی از کشتی بود. بله. من چندین سال از 16 سالگی ورزش باستانی میکردم. بله. خیلی یه بالاخره ببینید کسی که 40 سال 50 سال ورزش میکنه، ورزش باستانی میکنه، اگه ورزشکار خوبی باشه زنگی میشه. درست. اول بالا پایین میکنن، بعد به ضرب میزنن. عیبی نداشتا، من مثلا مسئله نیست. هنوز که هنوزه من زنگی نیستم. بعضی موقع یادشون میره صلواتم واسم بفرستن. چرا؟ هنوز خوانندگی پیش مردم جدی نشده. جدی نشده. منو به عنوان جوری دیگه میپسندن. به عنوان ورزشکار قبول ندارن. اینم یه جور مرگه. بله. من یه روزی من خب غزل خونم، یعنی اصل کار من غزل خونی بوده، خوانندگی نبوده. درست. یه چبه پیله کردن بخونیم، موضوع مال 15 سال پیش. بله. من تو محل خودم یه غزلی دارم، غزل مادره. بله. یه آقای اونجا مدای جوون بود، خب یه بقداری هم میگفتم، من که ندیدم چی بود، میخوند پلان میکرد، تا دید به من همه گفتن چه تو بخون. بعد 2 ماه یه آقایی بود به نام آقای شیرگیر، رئیس بله. فدراسیون ورزش باستانی بود. باستانی بود. بله. من خواست و رفت اونجا، گفت جواب چی بوده؟ گفتم چی بوده؟ گفت یه آقای جوونی اومده اینجا شده کافه چه زورخونه ها. ایشون گفتن غزل بخوندم، غزل خونده، مدعایی کار منه، فلان خزورخونه کار منه. گفتم به این آقا بگو تو مش دیر مامان جونت بودی، من موقع غزل می‌خوندم، سنت ایران. بله. یه کوچه باقیش بوده، یه غزل بوده. درست. اون قانع شد و اما خب چه فایده منو کشید تا اونجا؟ دست موزمون اینطوری دادن. میدونی نمیدونن هنوز واسه شون جدی نشده یه هنر. درست. هنر رو یه کار بد میدونن. اینطوری به مردم رسوندم. بله. هنوز که میام ورزش باستانی یا من ورزش میکنم، یا آقای که یه مقداری روحانیه میگه این چرا ورزش میکنی؟ بس الان محتاط باشه. عجب. ببین چقدر بار بعد خطاب کردم.
در حالی که والا این نیست، من با خدا صحبت میکردم شبایی که وزم خرد. من میدونم که کلن غیر اون ورشکستم شده آمدم تو این کار، جدی شد. کاری فروشگاه داشتم، دکونی داشتم، قصه میدادم، ورشکست شدم. شبا با خوندن خودم با خدا صحبت میکردم. هیچ کسی باور نمیکنه، اما باور فرمون واقعیت دارم میگم. واقعیت داره بله. ایناست. خب ما مرگ تبریجی ما داریم، میدونی؟ خلاصه بهت بگم، هر چی رو خواستی نفرین کنی بگو ایشالله سرشناس. همین بزرگترین نفرین در سرشناسی. در صورتی که ما اصلا موسیقی تو خونمونه، وقتی ما اصلا امکان نداره روز و یه روز تا شب بشه ما یه آهنگ گوش ندیم، اصلا تو خونمونه. الان همه حیوانات شیربده رو با موزیک نگاه کنین شما ببینید شده 1.5 اضافه. درست. حتی جدیدن مال مرغا رو بردن. مرغا رو بردن موزیک نوار میذارن. حالا ملایم هرچی. درست. توجه میکنم. حتی گلا. من اینو از یک دانشمند، از یک بزرگ شنیدم که میگفت این، گفتم چرا این گلا پژمرده هستن مثلا، چرا من هر گلی میخرم تو خونه گفت شما هر روز یک ساعت برای اینا موسیقی بزن، دو تا ترانه بزن. گفتم مگه امکان داره؟ باره بله. شما دو تا اگه این گلاتون در روز موسیقی بذاری براشون شاداب و سرحال همینطوره و واقعیته. واقعیت بود بله. اما چه کنیم دیگه فعلا. یه خاطره شیرین از دوران خوانندگیتون، از دوران لاله‌زار، که لاله‌زار من همیشه این لاله‌زار رو واقعا دوست دارم، دوست دارم بیشتر بدونن که لاله‌زار چه لاله‌زاری بود. چون یک هفته تمام کار میکردن تا پنجشنبه جمعه بشه بیان از همه جای ایران یه روزشون رو تو لاله‌زار با خواننده‌های محبوبشون خوش بگذرونن. بله. از لاله‌زار یه خاطره برای ما تعریف کنید. برای خاطرش اینه که من خب لاله‌زار نزدیک 70-80 خواننده اسمی داشت. بله. خب من بچه تهرون بودم دیگه. درست. اومدم از تئاتر دهقان شروع کردم. اسمی مثلا کیا؟ میشه اسمشون رو ببرید؟ خیلی هم دیگه. از علی نظری، حسن شجاعی، عباس قادری، ایدج مهتیان، دیگه خیلی مانده یاسین بره. برو ماشاءالله خدا زیادشون کنه. اینا همه وزنن. اینا همه اونجا بودن. من موقع که میخواستم غزل بخونم چهار زانو میشستم رو سن بره. موزیک یه ویالونی میزد و چراغا رو خاموش میکردن و یه غزلی حال میکردم، هم خودم هم مردم. بله. به من هو انداخته بودن که مگه اینجا سر سفرسی میشینه چهار زن. بله. که الان دیدین مود شد، بزرگترین خواننده‌های خوب ایران میشستن چهار زانو آواز میخوندن. مود شد. بله. یه دونه از خاطرهام که خیلی به نظر خودم بهترین بود، همون بود که برای شما تعریف کردم. که آقای منظوری من خواست، گفت به همه میگفت جناب، گفت جناب بیا 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 دفتر. اومدن دارم مردم میزه صدای منه، گفت چقدر دینه پخش کردن؟ گفتم بیچی. گفت برو نسبی دارو رفتی. بله. من نمیدونم پلار از ذوقم چجوری اومدم بالا. این بهترین اتفاقی بود، شروع زندگیم بود که این نوار منو گذاشته بودن و من چه حالی بگم داشتم نمیدونم. فقط تا به من گفت برو نسبیدار رو رفتی، خیلی خوشحال شدم از این بابت که یه همچین بیشکسوتی که کابره داره، کافه داره، اینقدر تعریف رو کرد. این بهترین روز من. اینقدر از غزل گفتین، واقعا نمیدونم دیدین که وقتی یک میوهی رو یا یک غذایی رو اینقدر تعریف ازش میکنن، طرف مقابل هوس میکنه. ما رو به هوس انداختی. بله خواهش. حالا اگر امکان داره من خواهش کنم ازتون یه تیکه غزل. بله. چون داریم به زمان خداحافظی نزدیک میشیم. باشه. یه تیکه غزل ما رو مهمان. اگه خوب تونستم. اولی رو گفتم هموطنان رو. بله بله. ولی این دومی رو میگم گروه کوچه خاطره ها رو. چش. خواهش. با اجازتون. خواهش. شاله که چون که برنامه ما خیلی صادق و رو راسته. بله. واقعا بدون تمرینه. زنده باشه. بله واقعا شنونده های بینندگان عزیز میدونن ای بد بود ما رو ببخشید. دلم در حلقه های زلف مشکینت مکن دارم،
چو گنجشکی که قندر شاخه بیداشیون دارد، جوانی را به ناز چشم، جوانی را به ناز چشم فتانت تبه کردم. آی به نازم نازنینی کوچنین بخت جوان دارم، کمون ابرو کمون ابرو زغ جانت شدن آخر کمون قامت، مکن من کسی کو قامتیم چون کمون دارم. کنون میرانیم از خود به جرم پیری و زشتی مزم، زخم دگر آی بر سید خونینی که جون دارد، چه صدایی دلم، چه صدایی دلم به نوده با زلفت نمیدانم، عجب دارم، عجب دارد مگر دل چشمه آب روان دارم. صفای شما ببخشید. رمز و راز ماندگاری آقای جواد یساری رو میخوام بدونم که این همه مردم دوستش دارن. شما شنیدین که میگه اون که از دل برایت به دل نشینه است؟ بله، صداقت شما. فقط هر کاری میکنیم با صداقت انجام دادم تا حالا، انشالله که بقیش هم بتونم با صداقت انجام بدم. انشالله. خب اگر اجازه بدید دیگه سوالی بله جناب آقای صالحی از هی سوال تر میکنن، ای کاش مینوشتم میدادن ما اینقدر. آقای صالحی میپرسن که از آقای یساری سوال کنید آیا خوشبخت هستن، اگه خوشبخت هستن دلیل خوشبختیشون چیه؟ همش باز به بستگی به همون مورد میشه که خدمت شو گفتم. بله با خانواده هم صادقم، خیلی خوشم با خانواده، مشکل ندارم، هیچ گونه مشکل ندارم. خب ما سرام میذارم اون متکا ساعت 5 و نیم پا میشم. پس خوشبختی شما دلیلش صداقت، زندگیم سر پا، با خانواده، زندگی و خانواده هم، بچه هم سر پا، سالمم، خانواده هم سر محبت داره به ما، نمیذاره من احساس ناراحتی کنم، اینا خیلی مهمه. زن خوب برکت برای آدم. بله واقعا هم همین، جواهر برای آدم. خب البته مردم باز خودش خوده خوب باشه که همیشه یک مرد موفق بل. یک همسر خوب پشت سرش و ساپورتش میکنه. خب در پایان میخوام بدونم که اگر سوالی مونده که من از شما نپرسیده باشم بل. اگه حرفی صحبتی، من الان از آخرین مصاحبه شما چند وقت گذشته، چند سال گذشته؟ خیلی وقت. بله الان این لنز دوربین مردم هستند. بله. میخوام اگه صحبتی با مردم دارید، اگه سوالی مونده که من از شما نپرسیده باشم، اگه حرفی پیامی چیزی بر جوانان عزیزی که میخوان وارد عرصه خوانندگی بشن بفرمایید. والا اونو که میخوان در عرصه خوانندگی باشن فکر میکنم خیلی سخته. اگر این جوانا بخوان اصلش انجام بدن، اصل موسیقی عبادته. بله. یه جورش درست، یه جور عبادت هم اینطوریه، یه جور عبادت هم میشینی ذکر میگی. بله. اونم یه جوره، یکی ساز میذاره با سازش با خدا صحبت میکنه، داره راز و نیاز میکنه. بله. این کار موسیقی رو دست کم نگیریم، هر کاری تو زندگیتون میکنین فکر کنید پدر مادرتونم، خانوادتم، اگر این کارو بکنین تو هر خونه جا داری، تو هر گوشه‌ای با احترام نگرتون میدارم. اگرم صدات خوب نباشه مردم گذشت میکنن بهتون حال میدن،
اما اگه برعکس این حرفا باشه، از گوش کر نباشی، از چش کور نباشی، موفق نمیشی. یه دو نفر خیلی دوست داشتن که حتما تو این مصاحبه حضور داشته باشن، یکیش مجید ابراهیم پوره که من صبح تماس گرفتم تو یکی از استانها بودن، گفتن اگه بیام نمیرسم. از همینجا میگم که واقعا اینجا جات خالی بود، چرا که در یک خانواده الان ما اومدیم قرار گرفتیم که همشون با محبتن، همشون یه نوع دارن به ما محبت میکنن. مجید جان جات خیلی خالی اینجا، مجید ابراهیم پور که در آینده نزدیک داماد ما میشه. به به و مجید جان جات خالی زنده باش. دومین نفر یکی از همشهریای خودتونه، علی آقا بچه لایجانه. گفتم همشهریتون که نه، چون شما بچه تهران هستین، تهرانی هستم، بچه لایجانه. آقای علی آقا از چهارراه مصباح کرج که تماس گرفته بودی، جات واقعا اینجا خالیه. خب اگه صحبتی ندارید خداحافظی کنیم. من به چند تا دوست دارم. خواهش میکنم بفرمایید. آقای هادی خان دوست من هستن. بله. در همینجا که صحبتش بود. بله. آقای شاپور خان هستن، پسرش هستن، به من خیلی محبت روزی کردن. مجبورم اینجا تشکر کنم ازشون. نه خواهش میکنم، شما هر کسی که هوای هنرمندای ما رو داشته باشه، مخصوصا آقای جواد یاسری که الان ما در خدمتتون هستیم و شما مردم عاشقشون هستین، من شخصا از طرف خودم دست پاتون رو میبوسم. من چرا که از اول برنامه اینقدر از پیشکسوت ها گفت و احترامش رو داشت و ما هم همینه میخواییم. ما می‌خوایم که احترام پیشکسوتامون رو داشته باشیم. دوستتون دارم. بله. و آخرین حرفم خواستم از سعید معنویان تشکر کنم. بله. از محمد نوری که من یاری می‌کرده تشکر کنم. بله. از علی نودوز تشکر. ماشاءالله خدا زیادتون کنه. همه استاد و هنرمند هست. دست سعید معنویان رو از همینجا می‌بوسم. زنده باشین. درود بر شما. خب خداحافظی از مردم. خدا نگهدارتون، ایشالله که همینطور که ما رو تو خونهتون راه دادین بتونیم خدمتگزار سالم و صادق و رو راستی باشیم. یا علی مدد. زنده باشین. بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ما تلاش میکنیم اون چی که شما میخواین بریم اول برنامه خدمتتون عرض کردم پیدا کنیم، بیاریم جلوی دوربین تا بتونیم ذره از خاطرات شما عزیزان رو زنده کنیم. جا داره اینجا تشکر کنم از آقای بهمن دشتی‌زاده، از مدیر محترم شبکه جهانی پی دی اف، این وقت طلایی رو به من داد یک ساعتی رو مهمان خانه های شما باشم. تشکر کنم از کارگردان با ذوق این برنامه جناب آقای محمد صالحی که واقعا زحمت میکشن، واقعا زحمت تشکر میکنم ازتون. تشکر میکنم ازتون. مرسی. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدار شما. بدرود. علی مدام. یا علی. خسته نباشید. قربون تو برم. متشکرم. دوستان عزیز، این عزیزم داره فیلم میگیره. این فیلم یه داستانی از زندگی منه. اما به احترام همه داری یکی فیلم میگیره چه پخش میکنه. پس کار خودت رو بکن. از خاک کجایی، تو مخلوق زمینی یا سمایی، تا کی بمونم به انتظار مردم دیگه از درد جدایی، کجایی عشق من، کجایی عشق من، کجا کجایی عشق من، کجایی عشق من، کجا اصلا عادت همه موقع که
میخوام برم رو سن همش با امید خدا میرم که مشکل نشه. همیشه هم کمکم کرده خدا من. خیلی ازش ممنونم. الهی با امید تو خوب بکنیم. لباس هم که دیگه کاش آقا میشد با یه زیر پیرنی بری رو سن. خیلی مردم ظاهر بینم. متاسفم از این بابت. ببخشید یه مقدارم برنامه دیر شده. من نیم ساعت رو زودتر همیشه میرم محیط کارم اینا. شرمنده یه زیاد دارم. ببخشید تو خدا. میگفتیم ما بیشتر بتونستیم از شما پذیرایی کنیم. قربونت برم. باز قربون قدمتون. زنده باشین انشالله. بایزتون اونجا میبینم اتون دیگه خدا نگه دارم باشم. البته من 5 سال شروع به خوندن کردم، انقلاب شد. در کارهای در سطح بالا نبودم، میامه ی اونجه ها نبود، نرسیدم به اونجه ها نبود که بعد رفتیم کاباره های در سطح پایین شروع کردیم. آخرین کارم بزرگترین کاباره من مولن روش بود و لکلوز که انقلاب عظیم شد و معلم صحفه ساله که مجبوریم تمام کشورها بریم برنامه بذاریم در ایران خودمون. متاسفانه ما ممنوع صدا هستیم، هنوز اجازه کار نداریم، اما کاش داشتیم. اگر داشتیم دیگه غمی نبود. باور بفرمایید درجه 3 ترین کابارهامون اینجا بهتر بود. اینجا که ما میخونیم کاباره نیستش که، دیدین که شما دیدین وضع. اما خب به عشق مردم و علاقه من به کارمون و در جز برای خرجیمون رو بیاریم به دبی. و الان هم نزدیک 18 ساله که من میام و میرم که هم هموطنامون رو ببینیم و خوشبختانه نزدیک ایرانه. باید 2 ساعت میتونی به ایران رو بیای. خوبیش اینه همون بوه مملکت همون رو میده، اما محاله بشه ایران، محاله بشه. Thank you.
هر چی که بوده بین ما تموم شد، اینجا برام نیست دیگه جای موندم. من میرم از زندگی تو بیرون، یادت باشه خونمو کردی بیرون، خونمو کردی بیرون. میخوام برم، نگو که دیوانه ای، برای موندن ندارم بونه ای. وقت خداحافظی تو جلوم حلقه زده بغض غریبانه ای. هر چی که بوده بین ما تموم شد، اینجا برام نیست دیگه جای موندن. البته اینجا رو نمیشه با ایران مقایسه کرد، ایران وضعش فرق میکنه. اینجا اگر در ایران اجازه خوندن داشتیم، هیچ کدومای ما پامون رو نمیذاشتیم اینجا. چی کار داریم اینجا؟ نه هوایی، نه هیچی، هیچی نداریم. ای عشق عزیز من، محبوب دلارا، خاک درگت باشد قبلم به دنیا. مهر تو نشسته بر این دل غمینم، شما چه سرگردان بر سینه دریا. هر ما هم که میره خارج، واقعا ما اصلا دلمون تنگ میشه با سرش. این جواد آقا میاد و واقعا خوشحال میشیم، اصلا یه روی دیگه میگیریم. و واقعا بچه های شهرستان هم بچه خیابونای بالا میان، همه جواد آقا رو میبینن و دوستش دارن، همه دوستش دارن. پیش جواد آقا تاجر میان، گدا میان، مستحق میان، هر کدومی که میاد با جواد آقا یکسانه، هیچ فرقی بازش برام شهرام نداره. جواد آقا همه رو یکسان میبینه. سلام آقای احسن، شما خوبید؟ خیلی ممنونی. خوبید؟ من همهش فکر میکنم شما تهران نیستی، فکر میکنم دبی. چرا؟ میرم میام. آهان، شنبه دارم میرم. برای همیشه؟ نه میرم میام. کلا شما همینجایی؟ ایران هستم. بله. هر جا برم زندگیمه. اینا فروشی آقای احسن؟ نه خیلی، نه مشکل دارم. الان مثلا این تلویزیونه چند؟ به درد نمیخوره، اینا دو کانال هست. اصلا چیز نیست. حدود قیمتش هم نمیدونی؟ نه اصلا فروشی نیست. نیست. کار اون قلوه هست. خیلی ممنون. خدافظ. خدافظ. بله اینم که اون موقع 15 سالم بود، این منم و بعد رو نیاز دیگه. آقا فرهاد گدام ببین تو رو خدا، چه عجب دنیاییه تو رو خدا. ببین همین زیر خونه خودمونه، بازارچه کلب و سلی، با غزلای قشنگ جواد آقا تمام اونجا حال میکنه. اون مردش حالا شده قسمت باشه یه روز تو خونه ببریم. اصلا کنم غزل خونیه دیگه. در اصل من با غزل شروع کردم دیگه. بعد این غزلم خوراکش زورخونه است. با ضرب قشنگ مرشد و با ورزش قشنگ شما ها. وقتی که این غزل مادری که میخونه ها، همه عشق میریزن. مخصوصا که خود من ازش خواهش میکردم، تازه مادرم فوت کرده، ازش خواهش میکردم آقا اینو بخون. زار زار گریه میکردم تو گود. تمام پهلوانا، قهرمانا، هر کی که باشه اونجا این غزلی که خونده باشه گریهشون میگیره. حالا خود شما میام میبینیم این چه خبره. مادر عزیزترین آدمه دیگه. اول خدا بعد مادر. بگو مادر هنوزم یادی از ما میکنی یا نه، درون خاک تیره با عزیزا میکنی یا نه. بعد آخرش به هر دردی که گشتم مبتلا، کردی مداوایم. بگو مادر غم بیمادری را هم مداوا میبخش. هنوزم نغمه لالای تو در گوش من مانده، غم دوری تو مادر مرا سوی فنا رانده. کجایی مادر خوبم، کجایی کجایی، کجایی یار محبوبم، کجایی کجایی. ویدیوهاتون کارگردانش کی بوده؟ کارگردان نداشت. خب همه دیدم شروع کردم دیگه، همه شروع کردن تصویری بودم، منم یه دونه تصویری بدم. اما فیلم برداری خوب نبود، هیچیش خوب نبود، صداها جفت نبود. خب معلومه یکیش تنده. به چه مصیبت لبا رو رسوندم به هم. چندتایی به من محبت دارن، دلیل صداقت داشتن آدم باید در زندگیش با مردم علی خصوص صادق باشه.
اگر صادق باشه یه ایرادایی هم داشته باشی، چون که صادق هستی لاپوشونی میکنن، یعنی میشونه میکنن اون وقت. من فکر میکنم نسبی موفقیتم بیشترش مال همین مردم رو شناختن چی میخوان با چی خستگیشون در میده. این بود که این آهنگایی که دادم بیرون، دیگه انشالله که بتونم خوب بدم بیرون دیگه. مردم هن اگه خوششون اومد که تشویق میکنن و میخرن، اگه خوششون نیومد که دیگه از کار مردم هن. اونا بس نظریه بدن که کار خوبه. عمو جواد اگر اجازه بدی من یه عکسم با شما بندازم اگر ایراد نداشتید. شما زحمتشو میکشین؟ ما که داریم کار میکنیم. من میرم. رضا جون بگیر ها. رضا اونجا سیست. با همین وسطی. ممنون از تو. عمو جواد ببخشید. علی آره زنده باشی. قربان شما. صفای شما. یا علی آقا. وای زنده. قربون شما برم. زنده باشی. آقا سلام عرض کردم. خیلی مخلصم به خدا. چند وقت پیش با سر فیلم بدره بودیم تو هفته پیش سه هفته پیش. یه مصاحبه دیدم عالی. من به برای بچه ها گفتم آقا ایشون حتی یه فریم هم فیلم بازی نکرده ولی اینقدر هنری واقعا درخشیدی جلوی دوربین. برای بچه های آشنا من گفتم خیلی هم تعریفت کردم. البته تعریف هم داشتی آقا. قربون شما برم آقا. هم نداری؟ کوچیک شما. خدا بزن شما. خدا بزن. بریم هم. واقعا من نمیدونم ارشاد واقعا باید اینجور افراد کم پیدا هم. شاید انگوش شما را نباشن تو ایران. همه از اینجا میرن خارج پول خرج میکنن. جواد آقا از اونجا برمیداره میاد اینجا محله قدیم خودشون. ما همه نوکره امام حسین دیگه. از خدا شاهده بلژیک از انگلیس جواد آقا به من زنگ میزد میگفت خدا رو گواه میگیرم میگفتش که اینجا 19 ماه رمضونه خرج فرداد یاد نده بده. نیمه شبا خدا شاهده بر من پول فرستاد گفت اینجا خرجو بده. اینه که نه ایشون نه من نه این آقا خدا بیامرزه نمازم ترک نمیشه. به حال جا من که البته خواننده ما کار به حال به قول معروف کار سینما و تلویزیونی البته کاسه ما حالتی بود که ساعتی یاری ما که بعجت بیمش جواد آقا شما بچه ها که دارن عزیزان که دارن فیلم میگیزن خوش قلبن امروز ای دوستان اومدن منو شرمنده کردن طبیعیه. یعنی باور کنه خدا شاهده قسمت اینجا. آره ببین الان شما ببین کی منو دیده بودی. قسمت این بود بیام امروز قسمت. زحمت بدم دوستان و همه عزیزان و انشالله که داستانی هم که داری میگیری یه چیزی بشه که مردم گوش میکنن حوصله‌شون سر نره. امید خدا. We'll be right back.
بگوشیم.